سلام دوستان، در این فیلم میخوایم مقداری در مورد ماکروها، VBA و تب دیولوپر صحبت بکنیم. خب همونطور که میدونین VBA مخفف Visual Basic for Application هستش و محیطی برنامه نویسی برای Microsoft Office محیطی هستش که در حقیقت میتونیم توی نرم افزارهای آفیس برنامه نویسی کنیم و خلاقیت های خیلی زیادی رو تو اون محیط برنامه نویسی ایجاد کنیم و استفاده بسیار حرفه ای رو از آفیس ببریم. خب قبل اینکه وارد خود VBA بشیم، برای شروع VBA بهتره که اول ماکروها رو بشناسیم. ماکروها در حقیقت ماکرو ابزاری هستش که توی آفیس این امکان رو واسه من ایجاد میکنه تا اقدامات خودم رو ضبط کنم و از اون اقدام دوباره استفاده کنم. فرض کنیم مثلا من یک کاری رو بارها تکرار میکنم و دیگه نمیخوام دستی هر بار اون کارها رو انجام بدم و خب میخوام ماکرویی که مینویسم این کار رو، این ماکرویی که ایجاد میکنم این کار رو واسه من انجام بده. ماکرو کاری که میکنه منو وارد محیط برنامه‌نویسی نمیکنه و خودکار اقدامات منو به زبان VBA ترجمه میکنه و اون رو به صورت یک کد VBA ذخیره میکنه و من میتونم هر بار ران کردن اون ماکرو اون کدا رو اجرا کنم، یعنی اون کدا خودکار اجرا میشن و اقدامات من انجام میشن. خب ما اگه تو تب ویو بریم ماکروز رو انتخاب کنیم، اینجا ماکروها رو اگه وجود داشته باشه به من میگه توی اکتیو داکیومنت، یعنی توی داکیومنت کنونی من. خب توی مثلا ماکروهای مختلف هم اینجا من میتونم داشته باشم. در کنار ماکرو ادوانس هستش که اینا در حقیقت کدهای نوشته شده پیشفرض خود آفیس هست. این SDK یه تول باکسی هستش که میتونیم اونو جداگونه دانلود کنین. مثلا تو قسمت بیزنس اورگانایزیشن چارتس ویزارد خودش یه کد VBA هستش که مایکروسافت به صورت پیشفرض نوشته و وقتی که من تمپلیت اورگانایزیشن چارت رو میارم میتونم از این ماکرو استفاده کنم و یه نمودار سازمانی رو از اکسل، یه سری دیتا رو از اکسل بخونم و نمودار سازمانی رو به صورت خودکار ایجاد کنم که فیلم آموزشی اون رو میتونید از سایت دیاکو دانلود کنیم به صورت رایگان که کاملا در مورد اورگانایزیشن چارت توضیح داده. خب حالا من میخوام یه ماکرو برای خودم داشته باشم که اونا رو ضبط کنه و اقدامات منو ضبط کنه و از اون استفاده کنم. من میتونم توی این پایین از با کلیک بر روی این دکمه یه ماکرو رو ضبط کنم. اول اسم ماکرو رو از من میپرسه، مثلا اسم خودم رو میدم، میتونم برای شورت کی بذارم که مثلا میتونیم خود دی رو بذارم. کنترل دی رو اگه بزنم اون ماکرو را میشه توی اکتیو داکیومنت، یعنی داکیومنت کنونی سیو بشه یا حالا جاهای مختلف که همین اکتیو داکیومنت رو در نظر میگیریم. خب میتونیم توضیحات هم بسش داشته باشیم، مثلا این یک تست. بعد اوکی رو میزنم، این شروع میکنه به ضبط کردن و اقدامات منو اینجا ضبط میکنه. به طور مثال من یه دونه باکس رو میگیرم و اینجا قرار میدم و بعد اینکه اینجا گذاشتمش دلیتش میکنم. خب حالا ماکرو رو وقت در حال ضبط کردن هست ایست میکنم. الان ماکرو نوشته شده و اگه من اینجا برم animation.newmacros.armin رو به من نشون میده. اگه step into رو بزنم کدی که نوشته شده رو به من نشون میده که در حقیقت اقدامات من توی ویزیو هست که به صورت کد ضبط کرده. خب من اینو میبندم چون نمیخوام توی محیط چیز باشم، VBA باشم. خب میخوام حالا از اون ماکرو استفاده کنم، اون ماکرو رو ران کنم. یه کاری که میتونم بکنم اینه که بیام اینجا و اونو ران کنم. چرا رانش نیست اینجا؟ اینجاست. ران میکنم و خب حالا ماکروها مقداری با کد مثلا با جزئیات نمیتونه همه چیز ثبت بکنه. وقتی این دیباگی رو به من نشون میده میگه باگ اینجا وجود داره که میگه این ولی شیت آیدنتیفای فایل. چرا میگه مثلا اینجا توی شیت این آیدی فرمت رو نمیشناسه؟ چرا نمیشناسه؟ چون من وقتی که اینجا یه باکسی رو گرفتم انداختم
و بعد سلکت کردم دلیتش کردم، این دیگه آیدی یکتایی به این اساین شده بود که وقتی دلیتش کردم اون دلیت شد، و وقتی ماکرو رو ران کردم یه دونه جدید باکسی رو انداخت واسه من، این آیدی با اون آیدی فرق داشتش که حالا جلو تمیم، و به خاطر این از من ارور گرفت، گفتش یه چنین آیدی دیگه وجود نداره که اون باکس اولی هست که تو موقع ضبط ماکرو داشتم. خب این از محدودیت های ماکرو هستش، باید طوری اون رو اجرا کنیم که زیاد به باگ نخوریم. خب ولی اون باکس منو کرییت کردش، اونی که میخواستم رو گرفت و همونجا دقیقا انداخت، و خب این یکی از کاربردهای هستش که میتونیم ازش استفاده کنیم. ماکروها یکی از ابزارهای بسیار جالبی هستش که برنامه‌نویسان برای شروع میتونن ازش استفاده کنن. چرا؟ وقتی که من اینو استبین تو میزنم، میرم توی محیط برنامه‌نویسی و خب با کد مثلا اینجا باید یه دراپ آشنا نیستم، این سینتکس به من میگه که یک دونه در حقیقت آیتم بی پی ام ان بگیر و با مستر تسک بنداز روی صفحم. در کدوم مختصات؟ در این مختصات. بذاریم من اینو بزرگ کنم، توی این مختصات اینو بنداز. و خب در حقیقت ایجاد کردن یک دونه آیتم رو، یه دونه باکس رو میتونم از اینجا متوجه شم. اگر مثلا نمیخوام تو اینترنت سرچ کنم یا از هلپش استفاده کنم، میخوام به صورت سریعتر، ماکرو به من نشون میده و یه سری اقدامات برنامه‌نویسی اولیه رو میتونم از خود همین ماکروها یاد بگیرم. خب اینو میبندم. این ماکروها بود که برای شروع برنامه‌نویسی توصیه میشه ازشون استفاده کنیم، باهاشون کار کنیم و چند تا ماکرو بسازیم، وارد کدش بشین و سعی کنیم اونو ادیت کنیم. توی قسمتی که حالا میخوایم با هم صحبت کنیم در مورد دیولوپر تب هستش، تب دیولوپر. خب من توی فیلم قبلی گفتم که چجوری میتونین این تب رو بیارین، باز هم میگم تو قسمت فایل آپشنز، هم تو قسمت ادوانس این پایین میتونین ببینین تیکش هست یا نیست که تیکش رو ببینین باشه، یا تو قسمت کاستومایز ریبون تیک دیولوپر رو بزنین. خب وقتی که این تیک رو بزنین این تب ایجاد میشه. این تبی هستش که تو ویزیو اکسل خیلی کاربرد داره و همچنین اکسس توی آتلوک و توی وان نوت و جای دیگه هم کاربردهای خاص خودش رو داره که به هر حال همه جا کاربردهای جالبی رو داره که حتما اینو تیکش رو بزنین و توی آفیس ازش استفاده کنین، تو ورد و غیره. خب یکی از کاربردها، حالا بزنین به ترتیب اینا رو با هم یه نگاهی بندازیم. اولین کاربرد ها شاید بگین زیاد چیز نباشه، استفاده نشه، حقم داشته باشین، ولی خب ایونت مانیتور هستش، میگه اقداماتی که من، رویدادهایی که توی این در حقیقت ویدیو انجام شده رو به من نشون میده. البته این تولز SDK هسته، شما میتونین این SDK تولز رو برای ویدیو سرچ کنین و به صورت رایگان از اینترنت دانلود کنین اگر بخواین. خب شاید مثلا پرینت شیپ شیت هست که حالا باشون آشنا میشیم دورتر جلوتر، و خب از پرینت کردن اونم میتونیم مثلا واسه تجزیه تحلیل خودمون استفاده کنیم، که منوط به این هست که این تولز رو دانلود کرده باشیم، که یه سری مثال های ماکرو هم داره. بعدی داکیومنت استنسیل ها هستش که میتونیم ازشون استفاده کنیم. استنسیل های من هست و دراینگ اکسپلورر. در مورد استنسیل ها ما به جزئیات در فیلم آموزشی نرم افزار ویزیو و فرآیند ها صحبت کردیم که چجوری استنسیل رو بسازیم بدون که وارد دیولپر تب بشیم. خب از اینجا هم میتونیم استفاده کنیم و یه استنسیل جدیدی رو بسازیم بر اساس US یا متریک، و خب اینجا هم استنسیل داکیومنت استنسیل منو داره نشون میده و میتونم استنسیل های خودم رو ادیت کنم توی وقتی که این داکیومنت استنسیل رو میزنم. خب با ادیت کردن اونها هم قبلا ما آشنا شده بودیم. دومی دراینگ اکسپلور، در حقیقت تمام شکل های موجود توی این صفحه و توی ویزیو من، حالا اینجا فقط من یه دونه دارم، مثلا بک‌گراند پیج هم دارم که این بک‌گراند من باشه، تمام شکل های منو نشون میده، شیپ منو و دقیقا چه شیپ هایی توی این قرار داده. حتی اگر بذارین اینجا این شیپ تشکیل شده از زیر شیپ هایی هستن، زیر شکل هایی هستن که با هم گروپ شدن و خب ویزیو اونا رو درست کرده.
و ما میتونیم مثلا اینجا به جزء تمام اونها رو ببینیم. ببینم اینجا میتونیم پیداش کنیم. یکی از چیزهایی که میتونیم الان استفاده کنیم شیپ نیم هستش، نشون میده که آیدی این شیپ سلکت شده 870 هست، مسترش که قبلا حالا تو فیلم قبلی توضیح دادیم مستر چی هستش، مستر شما نشون میده و اسم اونو شیت 5، شیت 5 اینترمدیت ایونت. خب من اگه بخوام شیت 5 رو پیدا کنم اینجا، اینا رو ببندم، اینم ببندم سیکونس فلو، خب بیایم بالا. شیت 5 رو میتونیم از اینجا، مثلا این گتوی من هستش، توی تسک میتونیم مثلا ببینیم توی تسک وجود داره، اسمش چی بود؟ شیت نیم intermediate event شیت 5 event start event منه، که اگه توجه کنه هر کدوم که روشن میرم select هم میکنه. خب اگه کم پیدا کردنش شاید، آها intermediate event رو که select کنیم اومد اینو select کرد. اگه اینو باز کنیم شیپ های زیر جزءش هم به ترتیب داره نشون میده که هر دفعه سلکت میکنه این داخلی رو سلکت کردش. خب استفاده خاص خودش رو داره که میتونین حالا ازش بعدها در جای مناسب استفاده کنین. حالا من اینم میبندم. قسمت بعدی که با هم دیدیم شیپ نیم هستش، این خیلی استفاده داره چون آیدی و اسم شیپ رو من به صورت راحت با کلیک کردم بر روی این توی شیپ دیتا هم نمیتونم ببینم. اگه این شیپ دیتا رو بزنم، چرا تو شیپ دیتا اسمش رو میتونم ببینم ولی آیدیش رو نمیتونم ببینم. خب توی برنامه‌نویسی اسم خیلی مهم هستش، اسم آیدی اینا خیلی مهم هست که میتونین ازش استفاده کنین و همینطوری توی شیپ شیت که ازش میتونین استفاده کنین و بعدن جلوتر میبینیم. قسمت بعدی بیهیویر هستش، بیهیویر رفتارش رو نشون میده که من از این باکس میتونم استفاده مختلف کنم. به طور مثال من وقتی که دابل کلیک میکنم روی این، الان این پروتکشنم، حالا پروتکشنم با هم نگاه میکنیم، بذارین من یه شیپی خودم بندازم. خب وقتی که من یه شیپی رو میندازم اینجا دابل کلیک که روش میکنم، میره که این تسک رو باسش اسمش تکستش رو تغییر بده. خب من میخوام کاری که بکنم وقتی که دابل کلیک میکنم این کار رو نکنه. وقتی که بیهیویر رو میزنم توی قسمت دابل کلیک میتونم تعریف کنم، اینجا نوشه edit shape text، میتونم خب موارد دیگر بزنم، مثلا open group in a new window، open shape sheets، shape sheetش رو باز کنه و غیره. خب میتونیم از این بیهیویر رو استفاده کنیم و خودتون بریم بیشتر مطالعه کنیم که چه کارهای جالبی میشه باش کرد و خب استفاده های مختلفی داره. یه استفاده دیگه ای که اگه توجه داشته باشین، توی نرم افزار اکسل ما حالت پروتکت داریم، میتونیم لاک بذاریم واسه هر کدوم از سلول هامون. اینجا توی ویزیو من تو قسمت هوم چیزی برای لاک کردن ندارم، یا مثلا اینجا من که چیز کنم فرمت شیپ یا جای مختلف رو برم نمیتونم لاک کنم اگر تب دیولوپرم نباشه. ویزیو واسه این کار اومده پروتکشن رو گذاشته. اگه توجه کرده باشیم من اومدم اول اینو دابل کلیک کنم نذاشته شیپ پروتکشن کانتینر و غیره. خب به خاطر اینه که من قبل اینکه این ویدیو رو باز کنم و وقت در زمان ایجادش اینا رو پروتک کرده بودم که هر کسی که اینو باز کنه نتونه اینا رو راحت ادیت کنه، مثلا جاشون رو عوض کنه، من نمیتونم جای اینا رو عوض کنم یا تکستش رو عوض کنم و غیره. خب واسه این کار من میتونم، واسه این که این کار رو بکنم من پروتکشن رو انجام دادم، پروتکشن رو زدم و تیک مواردی که میخواستم پروتکت بشن رو قرار دادم، مثلا عرضش و ارتفاعش و نرخ مثلا اندازش و پوزیشنش و غیره. میتونم نانو بزنم که همش بپره و اگر این کار رو بکنم الان دیگه میتونم تکستش رو ادیت کنم یا تغییر جایگاه بدم. خب واسه این کار میتونم کل اینا رو بگیرم و پروتکشنش رو بزنم، این به صورت مجموع چون این یه دونه پروتکت نیستش رو داره کلش رو به من میگه که پروتکت نیستن. حالا من اینو آن کلیک بکنم، کلیکش کنم، اینا رو کلیک بکنم، ناکنی این یه دونه داره تغییر میکنه، داشت من کنترل زد میزنم. خب این دوتا هم انتخاب میکنم، پروتکتش رو حالا کلن
یه بار آل میکنم، یه بار نان میکنم، یه بار آل میکنم، اوکی میکنم که همه یکسان بشه. بعد حالا میرم نان میکنم که دیگه الان هیچ کدومشون پرتک نیستم. من اینو دابل کلیک میکنم، دیگه میتونم ادیت کنم هر کدوم که خواستم یا تغییر جا بدم. خب استفاده پرتکت ها استفاده خیلی زیادی دارم. وقتی که من یه نرم افزار یا طراحی کردم و میخوام دست عموم بدم و نمیخوام یه سری چیزاش تغییر بکنه به خاطر خطاهای انسانی، میتونم از این پرتکت استفاده کنم. خب قسمت های بعدی گروپ رو که داشتیم، یه سری اپریشن هستش که حالا زیاد استفاده نداره، میتونین ازش استفاده کنین خودتون. مثلا اینو جزو مثلا سابترکت ها قرار بدیم، مثلا حالا اینا استفاده خاص خودشو داره که از لایه ها استفاده میکنن. بعد این هم داشتیم توی هوم که میتونستیم یه چیزی رو انتخاب بکنیم، یه شیپ رو بکشیم و بندازیم که چیز حالا خاصی نیستش. قسمت بعدی که مهمه، الان من اینو انتخاب کردم. خب قسمت بعدی که مهمه شیپ شیت هستش. خب ما برای اینکه ویزیومون رو هوشمند کنیم دو تا راه داریم، یکی استفاده از وی بی ای و ماکرو هستش، یکی هم استفاده از شیپ شیت ها که من میتونم شیپ رو واسه شیت شیپ رو واسه یه دونه شکل، یه دونه پیج یا داکیومنت بگم نشون بده به من. خب اینا چی هن؟ بذارین قبل این من توی فیلم‌های قبلی در مورد فیلد صحبت کردم که یه فیلدی رو بخوام توی این توی ویزیو قرار بدم. اگه فیلد رو بزنم من میتونم شیپ دیتای اونو بگم نشون بده، دیتا تایپش رو توی این فیلد من نشون بده، یا یه فرمول بنویسم که مثلا شیپ رو اگه بزنم حالا پرانتز بذارم و غیره فرمول بنویسم که حالا بعداً شاید دیدیم با هم دیگه اگر وقت بود، شاید هم نه. چون اینا رو خودتون بهتره که برین جستجو کنین و در بین تا جستجو نکنین یاد نخواهید گرفت. ولی خب اینجا ما راه‌های کلی رو بهتون نشون میدیم که انگیزه بشه که بتونین برین سرچ کنین و یاد بگیرین. خب شو شیپ شیت چی هستش؟ من اگه اینو بزنم خب شیت مربوط به شیپ های منو نشون میده. این تمام در حقیقت اطلاعات مربوط به یک شکل منه که حالا اینجا از اسم و آیدیش گرفته، اینجا عرضش، ارتفاعش، میبینین شیپ ترانسفورم، اطلاعات عرض، ارتفاع، زاویهش، پین ایکس مختصات ایکسشه که در مرکزشه، یعنی مختصات مرکزش توی ایکس، مرکز یک شکل، پین ایگرگش و غیره که ما از این توی وی بی هم خیلی استفاده میکنیم. ولی همینجا اگه من پین ایکس رو عوض کنم، بذاریم یه زوم بکنم که با هم ببینیم، بسه اینکه از این بیرون بیام بتونم زوم کنم و یه بار تو صفحه کلیک کنم کدوم شکلمو کلیک کرده بودم، یادم نمیاد کدوم شکلمو کلیک کردم. بخدم اینو میبندم، اینجا زومم میکنم، اینو میگیرم، دیولوپر شو شیپ شیتو میزنم. خب الان من میخوام مثلا عرض اینو یه مقدار اضافه کنم، این زده 22 میلیمتر، من اینجا میزنم 30 تا. میبینین که عرض رو به صورت خودکار همینجا زیاد کردش. کنترل زد رو میزنم که برگرده سر جاش. خب و اقدامات دیگه تو قسمت بعدی User Defined Cells هستش، سل هایی که توسط یوزر تعریف شدن که حالا هر کدوم مثلا استفاده خاص، ما اینجا به دیتیل همه رو نمیتونیم توضیح بدیم. ولی شیپ دیتا چیزی هستش که من تو اینجا دیتا شو شیپ دیتا رو میتونستم ببینم، حالا اینجا توی شیپ شیت هستم نشون نمیده. خب این خیلی کاربردی است چون من از این دیتا ها توی وی بی خیلی وقت استفاده میکنم و با هم خواهیم دید که من چجوری میتونم به یک سلول شیپ من دسترسی پیدا بکنم و از اون اطلاعات رو بخونم. خب اینجا مثلا اگه یادتون باشه ما یه سری شیپ دیتا تعریف کرده بودیم به نام کاست، تایم و غیره، اینجا تمام اطلاعات مربوط به اون دیتا ها قرار داده شده که مثلا این صفر مقدارش، این دو هست مقدارش، فرمولی حالا نوشته نشده که الان فرمول نویسی توی شیپ شیت هم یه مقدار میبینیم. کانکشن پوینت ها رو به ما میگه، این قسمت هایی که کانکت میشه رو میتونیم ببینیم که مثلا اینجا من اینو میتونم به اینجا کانکت بکنم یا به اینجا کانکت بکنم.
خب این اطلاعات مربوط به کانکشن های هر کدوم از پوینت هایی که میتونه کانکشن برقرار کنه رو داره به من نشون میده. بعد اکشن های من رو نشون میده که چه اقداماتی میتونم انجام بدم با این شیپم که خب خیلی زیاد هست. و خب مثلا پروتکشن ها، یادتونه که ما اونجا پروتکشن ها رو تیک میزدیم، وقتی که تیک بزنیم اینجا یک میشه. بعد مثلا من اینجا میتونم هایش رو یک کنم، این از این بعد این الان ارتفاع شد دیگه نمیتونم عوض کنم، این نمیاد که عوض بشه. میتونم ارزش رو زیاد کنم و ولی ارتفاع رو دیگه نمیتونم عوض کنم چون پروتکتش کردم. خب بقیه اطلاعات هم شما خودتون میتونین بریم مثلا لاین فرمتش رو ببینین که فرمت لاینش چجوری باشه، فیل فرمتش رو ببینین تغییر بدین، مثلا رنگش رو اینا رو عوض کنین و چیزهای دیگر رو که خیلی خوبه با شیپ شیت بتونین کار بکنین. خب این از شیپ شیت ها که بعدا تو وی بی مخصوصا تو قسمت شیپ دیتا هایی که میخواییم ازش استفاده کنیم با این زیاد سر کار خواهیم داشت. حالا یه فرمول نویسی هم مثلا ما اینجا داشته باشیم چون میتونیم تو اینجا فرمول بنویسیم. به طور مثال من میخوام بگم که کاست توتال من که اینجا برابر با صفر هستش مساویه با این سلول که کاست من باشه ضرب داره مثلا 5. من که اینو بزنم 5 رو ضرب داره 1 میکنه و اینجا قرار میده. و اگه من اینجا برم توی دیتا شیپ دیتا ویندو رو بزنم اینجا میتونیم کاست توتال 5 رو ببینیم. و خب من میتونم حتی از اینجا به سلول یک شکل دیگه هم ریفر بدم. خب مثلا تو اینجا من میخوام این توتال کاستم رو برابر کنم با توتال کاست این یکی تسکم، یعنی بگم اگه توتال این هر چقدر که بود اینم همون باشه. برای این کار اول میام میبینم آیدی این تسکم چنده؟ 83. خب آیدی 83 هستش. من میام اینجا اینو پاک میکنم، مثلا مساوی شیت 83 علامت تعجب. خب نوشتش مساوی شیت 83 علامت تعجب و اسم سلولی که میخوام از این شیت 83 بگیرم و باید قرار بدم. بس اینکه اسم سلول اینجا نوشته شده مثلا pop dot underline vsdm underline cost، من میتونم خب از همین چون میدونم اینا را سیم یکی تعریف کردم خودم، میتونم از همینجا اگر روی این سلول ولیوش کلیک کنم اینجا خودش میذاره pop dot underline vsdm underline time رو کلیک کرده بودم نمیسم cost. بعد خب اینجا هم میتونه رو که میتونم انتخاب بکنم total entrance باشه یا cost totalش به طور مثال باشه، مثلا cost total بگیریم این تایم میزنم که صفر رو میزنه چون الان اینجا این صفر هستش. وقتی که میام اینجا کاست توتالش رو خودم مثلا میکنم کجاست کاست توتال، کاست توتالش رو میکنم 123، اینتر که میکنم میام اینجا میبینم که اینم زده 123 هم توی شیپ دیتاش هم توی شیپ شیتش. پس من میتونم از یک برای یک تسک با فرمول نوشتن یه مقداری رو یک عددی رو هم از این باکس دیگه هم بگیرم. خب این کار رو دقیقا میتونم با فیلد هم انجام بدم. مثلا من اگه توی این تسک یه insert field قرار بدم shape data، اینا همه بر همین اساس فرمول نویسی شده که shape data رو میتونم قرار بدم، custom فرمولش هم میتونم همینطوره بنویسم و قرار بدم. و برای خب تمرین شما میتونین سعی کنین که یه باکسی رو دو تا باکس قرار بدین، سعی کنین که یکی که اسمی که وجود داره تکسی که تو اون باکس اول وجود داره باکس دوم هم همون تکس رو نشون بده با فرمول، که از همین طریقه فقط یه مقدار سخت‌تره که میتونین خودتون تمرین کنین و اونو یاد بگیرین. خب من اینو دوباره صفر من میام توی شیپ دیتا اینی که فرمول واسش نوشتم و دلیت میکنم صفر قرار میدم صفر ولیوش. خب این هم از شیپ دیتا ها که خیلی شیپ شیت ها که خیلی کاربرد دارن. من میتونم دیتا های مربوط به یک پیجم رو هم از
کجا بگیرم، وقتی که شیپ رو میزنم پیج رو بزنم، این دیتا ها مربوط به پیج من هستش و اینجا میتونم البته بزنم فرمولش رو ببینه، ولیوش رو ببینه، سکشنش رو مثلا جدا کنه، اینزرت کنه، ادیت فرمول کنه و هایپر لینک بذاره و غیره. کنار رو چیزای خاصی نیستن، خودتون میتونین بعدا نگاه کنید. خب این که ببندم. یکی دیگه هم که شیپ شیت هستش، بس خود داکیومنته، کل اطلاعات مربوط به داکیومنت هم اینجا هستش که میتونم اونا رو هم ادیت کنم. مثلا شیپ دیتا های مربوط به داکیومنت همه، اسمش، آیدیش و هر چیزی هست. خب بریم تو تب دیولوپر با قسمت شیپ شیت هم که مهم بود آشنا شدیم. خب این قسمت رو حالا میذارم آخر، میگم این قسمت ویژوال بیسیک هستش که من میبره توی کدهای نوشته شده واسه ویژوال بیسیک. هم این همون ماکروی هست که توی ماژول خودش درست کرده، هر ماکرو رو توی ماژول میذاره. این که همون کدی بودی که نوشته بودم واسه شبیه سازی، قبلا تو فیلم قبلی با هم دیده بودیم. ماکرو هست، ماکرو ریکورد میتونه بکنه و حالا ماکرو سیکیوریتی شو میتونه مثلا تنظیم بکنه که میتونیم بیاین اینجا موارد مختلف مربوط به مثلا سیکیوریتی ماکرو هم ببینیم که حالا کاربردهای دیتیلی داره، ما نمیخوایم وارد جزئیات بشیم، هر کدوم که خواستین خودتون میتونین بریم ببینیم. قسمت مهم بعدی کنترلز هستش. اگه توجه کرده باشین اینجا من از باتوم های استفاده کردم که ران سیمولیشن و کلیر سیمولیشن دیتا هستش. خب اینا رو از طریق همین اینزرت یه باتوم و کامند باتوم رو گذاشتم، یه کامند باتوم رو که بزنم اینجا یه دونه میندازه و حالا تو جلسه بعد که میخوایم وارد وی بی بشیم، من طریقای مثلا نوشتن کد وی بی ای که با باتوم هستش، با یه دکمه هست میتونیم بنویسیم، بدون دکمه هست میتونیم بنویسیم و بهتون نشون میدم. مثلا تیک باکس هستش، یه باکسی واسه تیک زدن میاره که به من نشون میده که حالا اینجا میتونم هر چیزی خواستم بنویسم و حالا این فلان تو ادیت کلیک راست کنم، مثلا چک باکس آیتم رو ادیت کنم یا مثلا دوباره بگیرمش، مثلا کنترل پروپرتیسش رو درست کنم. مثلا اینجا این کنترل پروپرتیس رو توی اینجا پروپرتیس هم میتونیم ببینیم. اینجا من اگه واسه یه باتون بخوام رنگش اینا رو عوض کنم، دیگه نمیتونم برم تو هوم رنگش رو عوض کنم، باید بیام از این پروپرتیس استفاده کنم، مثلا بک کالرش سفید هستش رو مثلا بکنم این رنگی، یا استایلش رو عوض کنم، یا مثلا تا هما رو مثلا یه چیز دیگه بکنم که اینو میذارم باکس مربوط به تکس منو میاره و یه ذره فقط طول میکشه. و خب آیتم های دیگه هست که خودتون میتونین به جز ببینین، یکم طول میکشه تا بیارتش بالا، دفعه اولش اصولا طول میکشه، دفعه تو بعدش حالا بستگی به کامپیوترم داره کمتر طول میشه، که من میتونم اینجا عوضش کنم، تایم نیو رومنس کنم، فونت هایی که دارم رو بذارم، مثلا بی نازنین بذارم، هر چیز دیگه. خب اینم میبندم. ویو کد میتونم بذارم، مثلا اینجا اگه من اینو کلیک کنم ویو کد رو بذارم، مستقیم میاد کدی مربوط به این دکمه نشون میده. بعد آیتم های مختلفی دارم، مثلا ایمیج میتونم مثلا بذارم اینجا ایمیج شو باشه، بعد اینو مثلا کلیک کنم مثلا ایمیج آبجکتش رو مثلا کنترل پروپرتیزش رو بذارم، ایمیج بندازم توش که فکر کنم باید اینزرت داشته باشه اینجا، میتونم برم ایمیج خودم رو انتخاب کنم، مثلا اوپن کنم و حالا چون این بزرگ بود نمیتونه توی این نشون بده و بزرگترش کنم اینطوری بکشمش، آره داره نشون میده اون ایمیجی که من قبلا از این نمودار گرفته بودم. و خب حالا موارد مختلفی وجود داره که میتونین خودتون به ترتیب برین اونا رو ببینین که چه استفاده دید. مثلا این اسکرول بار هستش، این لیست باکس هستش، اینو که با هم دیده بودیم، میتونین هر کدوم از اینا رو ببینین و خب استفاده های جالبی دارن که میتونین استفاده کنین، ولی خب بیشتر استفاده رو فکر کنم کامند باتوم داره که میتونیم ازش استفاده کنیم. وقتی که تو قسمت دیزاین هستیم من دابل کلیک کنم میره واسه ادیت کردنش، وقتی که از دیزاین در میام تیک دیزاینش رو برمیدارم
وقتی که بزنم کد من رو ران میکنه، اینجا دیتا ها رو دوباره صفر میکنه، سیمولیشن من رو ران میکنه که مثلا میتونم بزنم مثلا چند، مثلا خیلی کم میزنم که ران بشه. اوکی میکنم که واسه من ران کنه، سیمولیشن منم تموم شد. اصلا فکر کنم یه دونه اومد و رفتش به لوکینگ. خب نمیخواستیم اینجا ران کنیم چون طول میکشید. کلیر میکنم. یه چیزی هم من تو فیلم قبلی گفتم، چرا اینجا کنسل نزدم؟ بخواد این کنسل بزنم واسه از من باگ میگیره. من میخوایم باگ رو با هم دیگه بعدم برطرف کنیم. بعد فکر کنم از تب دیولوپر چیز خاص دیگه نیست که با هم صحبت کنیم. یه کام اد این هستش که میتونم یه اد اینزی که قبلا نوشته شده مثلا اد اینزا رو اینجا اضافه کنم، که حالا اد اینز یه جوری یه کد کاملی هستش که بعد نوشته شده باشه و من اونو بگیرم و اینجا اضافه کنم که اون خروجی کد داده باشه به من، که حالا با اینم زیاد کاری نداریم چون ما خودمون کدمون رو می‌خوایم تولید کنیم و فعلا واسه بازار نمی‌خوایم بدیم بیرون، با اون کاری نداریم. خب امیدوارم استفاده کامل رو کرده باشین. در جلسه بعد مقداری وارد محیط VBA میشیم و مقدمات اون رو می‌چینیم با هم دیگه و به صورت مقدماتی VBA رو با هم صحبت خواهیم کرد. ممنونم از توجهتون.